با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا، خدمت شما هستم که کشورهایی که به حساب یه خورده توریست پذیر هستند یا یه مقدار بیشتر در این سالهای اخیر به جون هم افتاده بودن، شدیدن همدیگر تخریب میکردن که توریست تو کشورها بیشتر بره. این یک روالی، خب رقابت، اما رقابت داریم، رفاقت داریم و یه چیز داریم که همدیگر ضایع میکنن. تو ضایع کردی، اونم ضایع میکنه. من نمیدونم چرا هنوز نمیخوان دنیا یاد بگیرن، مخصوصا شرق و غرب نمیخوان یاد بگیرن. محمد حجازی یه داستان داره برام دعوا، توی این داستان تعریف میکنه، میگه که من داشتم خیلی میرفتم، دیدم که یه جای دیگه همن بچه ها جمع، رفتم جلو دیدم که دو تا دختر بچه دارم دعوا میکنند، این داره سر مو او رو میکشه، هم سر مو اینه میکشه، این بو فوش رو میفوشه. گفتم جریان چیه؟ یکی از بچه ها گفت که فاطی میگه من خوشگلترم، زری میگه من خوشگلترم، برای میدونم دعوا میکنم، میگه من واسطه اونجا سوژه از داستانم بشه. خلاصه بعد چند دقیقه پیرمردی رفت وسط و این رو ازم جدا کرد و گفت سر چی دعوا میکنی؟ زری با گریه گفت من خوشگلترم، پری میده فاطی میگه من خوشگلترم، گفت که نه کاری کار نداره، که من میخوام برای حسنیم زن بگیرم، نوه منه، برید خونه هاتون دستورتون رو بشورید، موهاتون رو شونه کنید، لباس نپوشید، ببینم کدوم خوشگل دارید. تو بچه رفتن خونه هاشون، بعد اولش در دقیقه اومدن سر صورت شسته، تحتمیز موهاش شونه کرده، لباس نپوشید، تمیز پوشیده، حالا چشاشون قرمز داره، گریه کار داره. گفت به به هر توتون قشنگ هستی، هم تو قشنگی هم او قشنگی، تو رو حسنی تو رو مثلا رو فلان کس میگیرم. چرا ما یاد نمیگیریم؟ چرا نمیخوایم یاد بگیریم؟ هر کس خودشو زیبا کنه، هر کس خودش رو زیبا کنه تا دیگران تشخیص بدن، نه که با زایی کردن هم دیگه ما بخوایم او رو زایی کنه، بخواد ما رو زایی کنه و به جایی نمیرسیم، یاد نمیگیریم، چون ذاتمون مریضه، اون کسی که کارو ذاتش مریضه. من یادم وقتی یه دفتر چی بیمه اومد تازه دم سال اسپکان 52-53 بود، از همونجا جامعه پزشکی اعتبارش، حرفش، نسخاش رفت زیر سال. چرا؟ چون نسخه رو میرفت پیش دکتر، میرفت برایش تو دفتر چشی سابقش میمون دیگه، نه بعد پیش دکتر دیگه میرفت، نگاه میکرد دفتر چه، این دارا رو خوردی نموردی؟ میگه آره این شانس رو بردی. خب دکتر برای مردم یه حکم خدا رو داشت، حکم کسی داشت که هرچی مینویسه یعنی تموم شده است. بعد کم کم تو جامعه پیچید که دکترها الان بلن فلانن بسار بقدر، ولی کاش که همون اعتماده میموند. حالا هم در دنیا نظم دنیا به هم ریخته است، به خاطر که با اینا نظم از دنیا خودشون گرفتند، ضایع کردن هم دیگر رو. مثلا همین ترکیه رو میبینید، یکی از منابع درآمد عمدهش توریسته، چند سال ترکیه بلیط رفت و برگشت به اروپا 65 یورو میفروخت، مالزی سال 3 میلیون بلیط یک رینگتی میفروشه، سال 3 میلیون بلیط یک رینگتی که مسافر بیاد و به توریست بیاد بره. ولی کشور اروپایی همون تنگ نظری بدبختی بیچاره، آقا شروع کردن به ضایع کردن این اون، ضایع کردن اون. از اون ور هم چین آمد و مالزی، خب توریست زیاد میرفت، مالزی قبلا مستعمره هلند بود، خب کشور زیبایی است، بی حال هوای خوبی داره، بگذاریم. اینقدر چینی ها در اونجا نفوذ کردن، اینقدر نفوذ کردن و بی ناامنی ایجاد کردن که الان هیچ کس جرئت نمیکنه تنها بره بیرون، محال کسی بره مالزی برگرده چیزی از نزد دوزی اش نکنن. الان در روز حداقل یک تا دو تا دختر زن و میدوزن مالزی، یا با یک مالزی این کارو نمیکنه، مالزی توانی کار نداره، کار چینی هست که اینجا رو ضایع بکنن، توریست خودشون آمارش بره بالا. یا تو چند سال اخیر آقا در آمریکا بنزین لیتر یک دلار بود، شده 3 تا 4 دلار، در ترکیه بنزین 8 لیر بود، شده 11-12 لیر، یعنی تقریبا الان شده 1 دلار. وقت اینا آقا بوق کرونا آقا ترکیه اینجور شده متورم فلان، ولی ما رو خودشون نمیگن. با ضایع کردن کسی به جایی نمیرسید، با تخریب کسی شما رشد نمیکنید. الان هزاران پرواز توی چند روز باطل شده، اولا که تا جایی که من خبر دارم پرسش میکنم اکثر پروازشون خالی هست، این سال قبل حتی تامی ترکیه هم اعلام، یا یه بخش یونان اعلام کرد که هر کس که اومد اینجا اگه مشکل مریضی برخورد کرد
بیمارستانش مجانی، برای کسی نرفت. هم توان مالی مردم اومده پایین، هم قدرت ریسک مردم اومده پایین برای مسئله مریضی مسائل. خب چیکار کردی با همه هجمه و با همه حمله و با همه کارا؟ خود چی چیکار کرد؟ چین الان توریستش اومده به 2% رسیده، نمیره کسی به چین، دیگه اعتمادی نیست. چین یک شبه با مغز اومد زمین و مغزش پوکید. یاد بگیریم هر کدوم از ما خودمون زیبا کنیم. اگه من محمد جا حرف میزنم جو کسی، اگر کسی پرچم ایران جلوش گذاشت و حرف زد، اگه من حرف زد گردنانه بذارید شما. نمیتونه، نمیگذارم بگذاره. من کسی کشورم کشور ملتم خائن باشه، خیالات بخواد بکنه، نمیذارم. اون بحث علاقه است. ولی در مسئله دیگه نه. میگم آقا جون این کارا رو بکنیم، کارا رو بکنیم، این چیزا بشه اتحاد. من دوستا شما نمیدونم، من برای شاید 1000 ساعت با این اپوزیسیون قبلا صحبت می‌کردم، خیلی ساده بودم. گفتم اینا اپوزیسیون همشون. همشون می‌خوان برنامه‌ریزی انجام بدن. بعد نه، و همشون به غیر از 2-3 تاشون همشون اینا سر تو آخر اینه اونه. من به اینا رحم نمی‌کنم. ولی دلیل نیست که مثلا بخوام بهارو چیز کنم. من رقیب اونها نیستم. من با کسی که به نفع کشور ملت ایران کار می‌کنه رفیقم. جونم براش میدم. پس الان اروپا و آمریکا نظمش همه چی به هم ریخته است. زمانی که اومدن نفر $1000 در ماه داده کار، گفتن گورتون کنده است، کلاتون کنده است، جیگرتون در میاد. حالا میخوان پولا رو پس بگیرن. کی میشه پول پس میده؟ و این هزاران پرواز منحل شدن، یعنی بی‌اعتبار بودن اون کشور، ناتوانی اون کشور، ضعف اون کشور، بی‌لیاقتی مسئولان اون کشور. خسارات وحشتناکی پشت من نیسته هست. باید خسارت دادن، ضرر زیان بدن، بیمه میکنن، فلان میکنن، بیسار میکنن. اگه اونها رو هم ندن که شیرازه کار از هم میپاشه. چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی، اول خودت دوم کسی. من نمیدونم اروپایی کی میخوان این سر یاد بگیرند. نمیتونن، بلد نیستن، مخصوصا مسئولینشون. شاهزاده نعمت واسه دنیا بودند. به جرئت میگم شاهزاده پروین نعمت دنیاست. یک نعمتی است، قدرش رو بدونید. و بیاید راه کج به هیچ جا نمیرسه. مار 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 تو سوراخ مار به کج راه میره. اگر قدر کج میره مستقیم سر میتونه قبره کن هیچ سر غیر از باید خود کج کج کوره راه بره. با مار وقتی کن سوراخ مار راست کنه خود چه سوراخ بره یه نمیتونه. خب یه سر اخبار روز براتون میخونم، یه سر مسئله براتون میگم. و این شکست بزرگی برای دنیا است. این قضیه چند هزار پرواز باطل شده میدونی یعنی چی؟ حالا همه‌شو به توریستی نمیرم، بعضی کار اقتصادی میخوام بکنم. تمام نظم اینا به هم ریخته است. و این به اون شکست بزرگ و اون نقطه انفجار بزرگ در دنیا خواهد رسید. شک نکنید رسید. ائتلاف به رهبری عربستان عملیات گسترده علیه روسیه آغاز کرد. ائتلاف رهبری به عربستان سعودی روز شنبه 4 دی اعلام کرد عملیات در مقیاس وسیع در علیه روسیه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن آغاز کرد. اون وسط چه اتفاقی میفته؟ اون اسلحه که مصرف میشه، گوله که مصرف میشه، اون پهپادی که مصرف میشه، باز از شما جیب شما در میاد، میاد جیب اونها. هرچند که اونها با این پولا به هیچ جایی نرسه، من خارجی هیچ کشور از فروش سلاح، مهمات، لوازم کشتار به جایی نرسید و نخواهد رسید. اینم یاد نمیگیری، چه خیال میگیری تا زمانی که با مغز بخوری زمین. اصل بد نکو نگرد از آنکه بنیادش بدست. در پی برگشت خوردن محصولات کشاورزی، در پی برگشت خوردن محصولات کشاورزی کشور صادراتی ایران از کشورهای هند، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و طی هفته اخیر نگرانی در مورد کیفیت محصولات کشاورزی تولید در ایران و علت این برگشت خوردن ها در شبکه‌های اجتماعی ابراز شده است. تا کنون فلفل دلمه صادراتی ایران از روسیه، کیوی از هند، سیب زمینی از ازبکستان و ترکمنستان برگشت داده شده است. عوامل مختلفی چون وجود آلودگی‌های خطرناک با استفاده از سوم غیر استاندارد به عنوان علت این امر عنوان شده است. در حالی که تاکنون مقامات مسئول در وزارت بهداشت و کشاورزی توضیح کاملی در این مورد ندادند، انتشار این اخبار موجب بروز نگرانی در مورد کیفیت محصول کشاورزی موجود در بازارهای ایران شده است. اگر شما هم کشاورز هستید، خلاصه گفتم این خبر، بگید چیکار کردید.
اما همیشه همینطوره. فکر کردید که مثلا یه بار جستی مثلا دوباره جستی مثلا من دخلی نخیر نخیر نخیر. در ویدیو که یکی از مخاطبان برای بی بی سی فارسی فرستاده، امروز یک شنبه 5 دی، گروهی از بازنشستگان اداره مخابرات در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع آنها از جمله خواهان دریافت مطالبات معیشتی و خدمات بیمه تکمیلی خود شدند. ببینید یواش یواش داره دیگه امیکرون نمیگه، میگه باز کرونا دوباره داره برمیگردن به همون، چون کاری که کردن خلاصه مضاعف کرده مشکلات رو. کرونا در جهان ده ها هزار نفر به علت لغو پرواز تعطیلات خود از دست دادند. باز برگشت به کرونا. ده ها هزار مسافر خود هوایی در کشورهای مختلف جهان به علت زمینگیر شدن هزاران پرواز و لغو آنها نتوانستند به مقصد تعطیلات آخر سال خود برای سفر کنند. حالا علت چه ببینیم چی است؟ علت بیشتر لغو پروازها افزایش موارد ابتلا به سویه جدید کرونا در میان کارکنان بخش حمل و نقل هوایی بوده است. به گفته یک وبسایت ردیابی داده‌های پرواز، در مجموع تا امروز حدود 7000 پرواز از روز جمعه تا در آخر هفته کریسمس لغو شده. پرواز خوب رفت برگشت داره دیگه، نه برگشت هم داره دیگه، یعنی عملا 14000 پرواز و با تبعاتش و ضررهاش و و و و, و حسابی به خودشون کرده بودن از این حرفا. خب مبارک آمریکاست، مبارک مردم دنیا باشه، مثلا آلمان. آن شیران را کرو با مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. جم اوزدمیر که اسمش هم زارن ترکی است، وزیر کشاورزی آلمان میگوید با قانونی شدن مصرف و توزیع شاهدانه بسیار از کشاورزان آماده کشت آن خواهم بود. نتسی به افاسه باید خود به افاسه رسیدید، خب مبارک باشه. او در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته قانونی شدن این روند مصرف کنندگان این ماده مخدر را در برابر مواد آلوده محافظت خواهد کرد. دولت جدید آلمان قصد دارد مجوز فروش کنترل شده این مواد مخدر را از طریق مغازه‌های خاصی صادر کند. آقای اوزدمیر گفت از پایان یافتن ممنوعیت شاهدانه خوشحال است، اما مصرف بیش از حد این ماده را تایید نکرده است. سیگار کردید دیدید، اینم بکنید ببینید تبعات شد. یعنی من نمیدونم واقعا چون مقصود چی کار گذاشتن، کاش که گچ بود. کرونا ثبت، خیلی جالبه، بیش از 100000 مبتلا در یک روز در کشور فرانسه. بر اساس اطلاعات منتشر در شب روز گذشته در فرانسه 104611 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است. این تعداد مبتلا بالاترین رکوردی است که در فرانسه بعد از آغاز شیوع کرونا داشته است. آلمان هم فرانسه را جزو کشورهای پرخطر اعلام کرده و آن را در لیست قرمز خود گذاشته است. در حال حاضر سویه اومیکرون سویه شایع در فرانسه و قرار دولت این کشور جلسه فوری برای مقابله با شیوع کرونا تشخیص داد. حالا کم کم دارن داشت یکی میکنه، کرونا و اومیکرون. باز روز پرواز است. سبغت‌الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی ضد طالبان در یک پیام توییتری از یک رشته حملات مسلحانه علیه مواضع طالبان در ولایت پنجشیر در مناطق بیش از 22 ولایت دیگر در افغانستان خبر داده است. بر اساس ادعای آقای احمدی در این حملات ده‌ها تن از افراد مربوط به طالبان کشته و زخمی شدند. بله اینو کم کم دارن درگیر میشن و خیلی از اینا حمایت میکنن، عمدن کار میکنن که میگن چرا ما نباید آلمان میاد بخواد شادانه بکاره، چرا چین نیاد؟ و چین حدود 145 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره و الان همشون به فقر و فلاکت و بدبختی افتادند، دست به این کارا میزنند. یعنی های تنزل میکنند به جایی که بیاند یک رفرش انجام بدند، بیان یک افراد سالم، کار سالم، راه سالم، مواد غذایی سالم. ترک عادت موجب مرض است و تو به جایی برسن که باید برسن. حالا آمدن دیگه همه تقصیر اقتصادی میزنن گندم روحانی. نه خیر آقا جان، از خود خمینی دجال بی شرف حرام زاده بوده تا هم یقنش فرق نمیکنه. خامنه‌ای از همه بدتر. خامنه‌ای آب نمیده، ایشانگر خیلی خوبی بود. باز دوباره از برگشت این هاست. یک مقاله جالب و جالبی هست که سعی میکنم براتون بخونم.
راجب این هست که هزینه قطعی تر در ایران چقدر میشه؟ وقتی قطعی تر قطعی یه بار گفتم براتون آن. حالا این باز اومده یک چیز جالبتری گفته صحبت خواهم کرد. خب بازم کریسمس مبارکتون باشه. برای ما که مبارک، برای ملت رو مبارک. ملت یه ریشه در تاریخ داره، ملت یه دنیا رو متحول خواهد کرد، ملت یه با راه درست، فکر درست، معرفت و مهمان نوازی که داره یک اثر فرهنگی بزرگی بر دنیا خواهد گذاشت. دنیا آمد فرهنگ ایران رو عوض کنه، فرهنگ خوش از هستی قرار بگیره بدون برو برگرد. راجع فرهنگ رو صحبت خواهم کرد. ایام بکنم روزتون خوش.